اللهم عجل لوليك الفرج. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه بازداشت محمد رویانیان را در ارتباط با پرونده ستاد سوخت عنوان کرد. این منبع آگاه روز سه‌شنبه گفت قرار بازداشت رویانیان از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت صادر شده. رویانیان پیشتر در ارتباط با پرونده ستاد سوخت به این دادسرا احضار و تفهیم اتهام شده بود. دارم مصاحبه میکنم خانم. این مصاحبه شما میدونم ما هم مشکل داریم. الان شما رو بعد از عمری دیدیم یه قسمت. محمد رویانیان 54 ساله اهل نور مازندران با پیروزی انقلاب در سال 57 نام خود را از انوشیروان به محمد رضا تغییر داد. عضو کمیته انقلاب اسلامی نور شد و بعدها پله‌های ترقی را یکی یکی طی کرد. ابتدا رئیس کمیته و سپس با ادغام کمیته و شهربانی فرمانده نیروی انتظامی نور و استان مازندران و بعدها اولین رئیس پلیس 110 ایران شد. فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی از سال 80 تا 84، رئیس ستاد سوخت از سال 87 بدین سو و از شهریور 90 مدیر عاملی پرسپولیس تهران از دیگر مناصب اوست. خودم نسبت به آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری همیشه قدردانم. دوران ریاستش در باشگاه پرسپولیس با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بود. رویانیان از جمله نیروهای نظامی و سرداران سپاهی بود که در سال‌های اخیر وارد عرصه مدیریت ورزشی ایران شدند. سپاهیانی که عرصه فعالیتشان دیگر حد و مرزی نمی‌شناخت. اقتصاد، فرهنگ و حالا ورزش. خریدهای میلیاردی رویانیان گرچه ابتدا با استقبال هواداران روبرو شد، اما دست آخر عدم پرداخت حقوق بازیکنان برای ماه‌ها، دادن خودروهای گران قیمت و البته بدون سند پرشه به بازیکنان، بالا آوردن بدهی 50 میلیارد تومانی و عدم دستیابی به عنوان قهرمانی برای تیمی که بیشترین عنوان قهرمانی در لیگ ایران را دارد بر انتقادها افزود. با انتخاب وزیر ورزش و جوانان جدید و بحث خصوصی سازی باشگاه فوتبال ایران، صندلی ریاست رویانیان هر لحظه لرزانتر شد تا در نهایت بهمن ماه 92 برای چهارمین بار استعفا داد. ظاهرا میگن آقای رئیس جمهور دستور داده که واگذار بشه، اما نحوه واگذاری خیلی مهمه. این بار استعفایش پذیرفته شد و به ریاست بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. حالا این سپاهی مشهور که در جریان حوادث پس از انتخابات سال 88 معترضان خیابانی را آشغال نامیده بود، بازداشت شده. پیش از او هم مدیرعامل یک باشگاه فوتبال دیگر، بابک زنجانی، مدیرعامل باشگاه راهن، به همین سرنوشت دچار شده بود. کسی که خود را بسیجی اقتصادی نامیده بود. محمد رویانیان پیشتر درباره احضار خود به دادسرا در ارتباط با پرونده ستاد سوخت گفته بود به دادسرا رفتن جرم نیست و قوه قضاییه و دادسرا خانه من است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.